اومده اینا. الانم که اومدم تو لایو بی گفتی یکی از دوستات این بار فوت کرده. آره ناراحتی خیلی وقت پیش که دوستام گفتم داشتیم راجع به قربت و اینا صحبت میکنم، بحث قربت بود، گفتم قربت خیلی بده، واقعا مرد میخواد که چی قربت خودش رو مثلا نگه داره و اوکی باشه. من یکی از دوستام اینجا فوت شد، حتی فکر کنم مثلا چه اتفاقی بعدی براش افتاد. خیلی داشتیم راجع به قربت صحبت میکردیم. آره خب خودت میدونی که من تو قربتیم و نه خانواده ای نه دوستی. الان من خودم اینجا اگه مثلا بمیرم که یعنی هیچکی نیست دیگه. خب مرگ حقه دیگه، آدم نمیدونه بگه فردا چه اتفاقی میافته. الان من فردا بمیرم کیه؟ هیچ کسی نیست که منو جمع کنه، هیچ کسی نیست که جنازه منو به خانوادم بده. قربت همینه و ما هم مجبور شدیم که بریم. نه مجبور نبودیم، برای چی میرفتیم؟ آره ما تو دوباره رنگ کردیم. خیلی عالی. وصل گرفتی؟ پر شدی؟ من دارم وزن اضافه کنم. اضافه وزن فکر کنم به خاطر سن و ساله، نمیدونم به خاطر قرص آرام بخش، نمیدونم به خاطر چی شکم رو هم به خاطر وقتی که بعد از 30 اکتیویتی بدن کم میشه، یکی به خاطر اونه، یکی به خاطر اینی که افسرده شدی، دو هم به خاطر اینی که خب کار نمی کنی. آره دقیقا بعد از 30 سال دقیقا یه همچنه کار نمی کنم. تو خونم بگم من فکر می کنم رابطه جنسی هم خب تاثیر داره. مثلا رابطه جنسی نداشته باشی چاق میشی. به خدا برای خانوما آره بعد برعکس دیگه. خدا ایبی دارم تو اینی رابطه نداری دیگه؟ من با هیچ کی رابطه ندارم اصلا. بعد من راستش چیز شدم، راستش ایماندار شدم، ایمان آوردم، یه سری اتفاقات توی زندگیم افتاد که ایمان آوردم، یه سری اتفاقای بد افتاد و یه سری معجزات برام مثلا رخ داد. خب که ایمان آوردم، یعنی من ایماندار شدم و از اون جهت دیگه نمیخوام با کسی رابطه داشته باشم دیگه. همون رابطه های تک و توکی که یواشکی مثلا حالا میرفتم داشتم اونا رو هم دیگه ندارم. اوکی الان به این بحثت برمیگردم. چیز ای بی چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ الان چطوره؟ خوبم مرسی. من دلم برای ایبی تنگ شده بود. ایبی دوست قدیمی منه. ما هر چقدرم که آدم هر کاری میکنه نمیتونه دوست قدیمیشو بذاره کنار. من خیلی تلاش کردم ایبی رو فراموش کنم ولی نتونستم. اومدی خیلی خوش اومدی. چه خبر؟ خیلی تحقیق کنم. آره میدونی چرا دیانا؟ چون انقدر آدمای جدید انقدر دور از اون انقدر بد شدن که آدم میگه همین دیگه دوست من میره. آره رو نمیشه دیگه خاطر همین من تصویر شما ندارم که کی اومده بالا نمیدونم. من هم ندارین؟ نه اومده بالا؟ نه یه بار دیگه گل. آره برو پایین دوباره کامنت بذار برام بالا. من بچه عزیز من این پیج لایو میذارم، فالو کنید منو. و یه چیز دیگه برای دیانا عزیز بگم، دیانا رو بحثاشو خیلی دوست دارم چون آدمیه که هم منطقیه هم خیلی چالشیه. یعنی آدم بشینه یک روز دیگه صحبت کنه خسته نمیشه، در کناری که اینقدر منطقیه فانم هستش. دیانا عزیز ایمان آدم چه ربطی داره به رابطه؟ رابطه بخوای برقرار کنی خب در نهایت مرتکب گناه میشی. شما الان دارین حالا الان تصویرش نه ندارین؟ آریان فهم ندارین؟ برو برو پایین دوباره بیان برو خب مثلا خب بگو مرتکب گناه میشه. ای بی یه لحظه بگو من دارم بس شدی. ای بی یه لحظه بگو دیانا چه فهمیدم؟ خب باید ببین من نمیگم حرام و اینا رو من اصلا قبول ندارم. خب وقتی رابطه برقرار میکنی داری به خودت آسیب میزنی، خب صدمه داری وارد میکنی به خودت. چرا؟ چون که ببین یه رابطه برقرار میکنی، من کلا کاری به کاراکتر آدم ها ندارم. مثلا شاید بعضی اینجوری دوست دارم میشن. من خودم هم همیشه رابطه متعددی داشتم خب همه هم میدونن. خب
ولی الان که ایماندار شدم اینو بهم یاد دادن، اینو فهمیدم که وقتی تو با یک نفر رابطه برقرار میکنی از نظر جنسی، ببین انرژی اونو میگیری، روح اونو میگی، روح اون میاد توی تن تو، با روحت ادغام میشه. اگر انرژی مثلا وایب منفی داشته باشه، تو وایب منفی رو تا مدت ها داری. خب اگر به عنوان مثلا یه بیزینس داشته باشی، کم کم دیدی کسایی که خیلی بیزینس میکنن افسرده میشن، حالشون بد میشه، این به خاطر انرژی های مختلف آدمایی که وارد بدنشون میشه، مثلا انرژی مختلفی که وارد بدنت میشه، و یا مثلا اونا خودشونو میان برای تو تخلیه میکنن، همونطوری که همه ماها میدونیم و تموم خانوما دخترها همه میدونن، حالا گذشته از جنسیت. خب وقتی که اونا رابطه جنسی برقرار میکنن، در واقع اونا تخلیه میشن، تو ارضا نمیشی، نه از نظر روحی ارضا میشی نه از نظر جسمی. حتما باید یکی باشه که تو بهش حس داشته باشی، نمیدونم دوستش داشته باشی، یا حالا هر چیز دیگه. خب یا حالا هر چیز دیگه برای نه اینجوری. ولی اینی که با یک ذره از حرفات موافقم، یه ذرهش هم رد میکنم، چون تو میگی وقتی که تو رابطه داری به خودت صدمه میزنی. نه، من وقتی که رابطه دارم به خودم دارم لطف میکنم و مثل یک درمانه، مثل یک قرص برای من دادن. من خودم هم دادنم. خب ولی ببین، شده یه دفعه مثلا تو یه رابطه داشته باشی بعد یارو بذاره بره، چه حسی شده؟ مثلا داشتی یارو فضاست رفته، مثلا تو کار میکنه، بعد یارو میره، یارو میره، بعد تو چه حسی به دست میده؟ حس تو من بگو. مثلا تو یه نفر دوست داری، خب آقا باش ارتباط برقرار کن، یارو میره، تو چه حسی به دست میده؟ ها یعنی ببخشید، از آسیب منظور روحیه، نه که درونی. ببین تو از درون خورد میشی، خب از درون حالت بد میشه، از درون ببین افسرده میشی، یواش 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 اینا همه جمع میشه، میدونین به چی میگم؟ اینا همه یواش جمع میشه. از نظر روحی آره، من فکر کنم تو میگی آسیب میبینی مثل اینی که مثلا تو رابطه پاره شدی، نه جدی من فکر میگی تو میگی تو رابطه آسیب میبینی، من فکر مثلا پاره شدی چیزی، نمیدونستم از نظر روحی میگی. وگرنه میدونی نه، ببین اگر مثلا من از مثلا میگم از 10 تا رابطه که دارم شاید یه دونش کنکل بشه، 9 تا دیگهش به روحم کمک میکنه. من وقتی افسرده هستم میدم، و وقتی که مشکل دارم میدم، وقتی خوشحالم میدم. خب این چه، این داره لطف خب میکنه به من. خب میگم از نظر روحی تو شاید آسیب ببینی، چون از نظر جسمی اوکی باشی، ولی یه جایی به یه نقطه میرسی خب که دوست داری وقتی که مثلا یه رابطه برقرار میکنی، اون که یعنی کسی که رابطه باش برقرار میکنی همش کنارت باشه. نمیدونم خب دیگه. من اینجوری میگم، خب کاراکتر من اینجوری من اگر آره تو اینجوری هستی، من اگه طرف کنارم بمونه آسیب میبینم، چون من فکر چون من اعتقاد دارم که من چرا باید زیر یه نفر باشم. بیزم به سلامتی. نه به سلامتی، نه من اعتقاد دارم که من که یک بار این دنیا هستم، الان که تینیجرم، الان که نونهالم، طفلم، چرا باید خودم رو اسیر یک مرد بکنم؟ ببین دور از جون آقا ای بی که ستون اهوازه، ولی تو که میدونی من تقلاش چیم. ستون ایزه نگاه من دیرین تمامی هم آریان پیجای قبلی چی شد؟ هستن اینا چیزا نمیتونم خیلی آریان دوست دارم خدایش انرژی شد. چرا دیگه نمیکنی آریان؟ چرا نمیتونی لایو بذاری؟
من چون که آپدیت جدید کرده میگم بودم من به خاطر هم همین پیج اصلیم لایو بذارم، من میخوام لایو بذارم یه پیغام میاد همونه، یعنی به خاطر اینه. بچه ببینید پیج آریان بالا هست براتون یا نه، و اینکه میدونی آریان بعد از چند وقت من دارم با شرف میزنم بعد چند وقت الان خودش میاد میگه من تو تالک آره بیانای عزیز به خاطر آپدیت جدیدی که کردم توی پیج اصلیم نمیتونم لایو بذارم و این پیج جدید رو درست کردم که بتونم باید سب کنیم تا آپدیت جدید بیاد و این مشکل حل بشه. من شروع شده نمیتونم لایو بذارم با پیج اصلیم. هم منتظر آپدیت جدیدم ولی دیگه الان اوکی ام. الان فقط دوست یک اون به اون آرگاسم رسیدم دیگه، الان به یک مرحله از زندگیم هستم که دوست دارم فقط با دوستام صحبت کنم، میدونی، نه دنبال ویو نه دنبال فالوور، یه پیج کوچیکی که آدم بتونه روزاشو بگذرونه. بالاخره به این نتیجه رسیدی ها بالاخره. آخه به این نتیجه که من از در مدیا از کودکی در مدیا بودم، من اصلا تو مدیا به دنیا اومدم، چیزی تو دلم نبود، ولی خب هر کسی ویو دوست داره. دیانا خودش مثلا قبلا مثلا 6 7 سال پیش که یعنی خودش یه شاخی بود که من یعنی ما وقتی ششم رو تو مدیا باز کردیم دیانا رو دیدیم، چه رابطه هایی، چه زندگی لاکچری یا مثلا همه. ولی الان خودم اوکیه دیگه، دنبال این چیزا نیست که بگه حالا من بیوم بعد 10,000 باشه این باشه این باشه. خب ما هم یه دوره‌ای داشتیم رد کردیم و به اون آرگاس رسیدیم و منم الان فقط برام مهمه اشباه شدیم. مثلا الان من نوعی دیگه برام فرقی نمیکنه مثلا ماشین هم چی باشه، مثلا یه چند نفر تو لایو هم باشن یا خونه زندگیم چجوری باشه، میدونی، مثلا دیگه بیشتر دنبال اون آرامشه میریم، بیشتر دنبال اینکه با دوستان وقت بگذرونیم مثلا اوکی باشیم. البته من که دایره ارتباطاتم خیلی محدوده، کلا این دایره ای که بر ارتباطاتم خیلی محدود شده، یعنی اصلا تو مجلس اینا کلا با همه کلا قطع رابطه کردم. دیانا منو تو آخرین بار کی لایف تو لایف شدیم؟ منو تو؟ نه منو آریان. ما آریان ما رابطه من و ابی به خاطر دوستامون به هم خورد، یعنی من از وقتی که ابی زمانی که لایف میذاش یعنی لایف گذار بود من میشناختمش، ما تو دایرکت صحبت میکردیم، خیلی دوستای خوبی بودیم، ولی دیگه همین دوستای اطرافمون دیگه نتونستن رابطه ما رو ببینن عشقم و هم زدم. ولی من کلا از اول از ابی رو دوست داشتم، چیز بدی ازش نیدیدم. پسر خوبیه، قلبش هم پاکه، پسر خوبیه، هیچی تو دلش نیست، میدونی؟ هیچی تو دلش نیست. جفتتون لطفه. آریان تولدشه 27 اسفند گفتی اردیبهشت، 25 27 اردیبهشت تولدشه. ودی بهش آریان گفتی یک سال دارم میشم 33. این همسر جونه ادی وای چه بیبی هستی، بهم نمیا 33 نه بهت میخوره مثلا 24 25. آره خب رفتارات خیلی چیزه. آریان گفتی هرچی میریم جلوتر دیدیم نه دلتنگ رفیقای خوبمون میشیم، درسته؟ رفیق دلتنگ رفیقای خودمون، چون الان زمونه این شده که دیگه یعنی مثل قدیم میگفتن، مثلا میگفتن پدر مادراتون اگه خونه داشتن از خودشون، زمان قدیم که میگفتن هر کی خونه خریده برده، دیگه الان نمیشه خونه خرید. دوستی ها مثل همینه، کسایی که دوستای قدیمی داشتن همونو بردن، دیگه دوستای جدید دیگه ببخش ریده، همه یا میخوان خراب کنن، زیر پا تو خالی کنن، فقط چیز مثبت توشون پیدا نمی کنی، چون الان فکر میکنن موفقیت تو اینه که آقا من زیر پای ابی رو خالی کنم، دیانا رو عشقش رو بگیرم، حالش رو خراب کنم، تو لایو چیزی بگم اصلا اعصابش به هم بخوره. ولی دوستان قدیم ما حرمت داریم، ما درست یک دوره اصلا با دیانا نبودم، با ابی نبودم، یا حالا دوستای دیگه ای که اصلا باشون قهر بودم،
ولی بالاخره ماها میکشه به هم، چون ماها حرمت داریم. بالاخره هر چقدرم که ما قهر میکردیم ولی برای هم نمیزدیم دیانا، میدونی در قهر قهرمون در حد این بود که همدیگر رو بلاک میکردیم لایو، همدیگر رو نمیدیدیم، ولی دیگه نمیرفتیم دیگه کار بدی بکنیم. ولی الان نه، به خاطر هم موافقم. آریان تا چند سالت میشه الان؟ چند سالت ها؟ من دو ماه دیگه میشم 19. خدای راستشو بگم، من هم میخوام راستشو بگم چند سالمه. خانم میخوام اگه راستشو بگیم، خب این دایره که هم میگه مالا چه کاری بین این همه مردم. راستشو بگم، من هم راستشو میگم. خب بیا این سوال دایره که بپرس، من کارت نمیخوام بدونی من چند سالمه. تو یه بار گفتی 38. نمیخوای بدونی سن واقعی من؟ به خدا به جون مامانم اگه بگی من سن واقعی ما میگم، اگه بگی چند سالته واقعا برای اولین بار سن واقعی ما میگم. خب برای اولین بار که تو سن واقعی، خب ببین ظاهر مهمه که تو الان چهرت به همونی که گفتی میخوره، یعنی تا 29 تا 30، حالا اگر که کمتری یا بیشتری دمت گرم. من میگم دیگه دو ماه دیگه همین، من 13 فروردین میشم 19. نگاه خودت. ولی یه چیزی میخوام بگم، مثلا ولی خیلی برام سواله ابی چجوری زندگی میکنی؟ چجوری زندگی میکنی؟ راست میگه. چجوری زندگی میکنی تو؟ فقط شب طول داری بیدی؟ چون ابی از ساعت 12 شب شروع میکنه در گذاشتن تا 6 و 7 صبح، بعد مشروب چای چکان کابه. نه، ساعت 1 شب لایو من شروع میشه تا 5 صبح دیگه، 5 صبح دیگه برم با گوشی ور برم دیگه، نهایتا 7 صبح من بخوابم. آره 7 بخوابم، تقریبا ساعت 3 و 4 بعد از ظهرم از خواب بیدار میشم و دیگه کارهای هر کاری که داشته باشم دیگه انجام میدم تا 1 شب دیگه. کار بار منم که دیگه دور ماشینم دیگه، دیگه همه عالم آدم میدونم دیگه. دور ماشینش چی؟ میکانیکم. ولی من فکر میکنم خب ابی داره تو خونه پدریشه و خرجش رو از خانوادهش میگیره و همین لایف، فقط لایف میذاره و همین، کار خاصی نمیکنه. خدا کم که با خانواده است، ولی پول جیبیم دیگه، خودم هم دیگه خرید فروش ماشین انجام میدم. آره خب اصلا من خیلی چیزم قویه هستم، من فقط فکر میکنم ابی که الان 7 صبح میخوابه، 6 شب بیدار میشه، 6 شب یه دوش بگیره، یه چیزی بخورش، دوباره شده ساعت 1 شب لایو شروع میکنه. 3 و 4 عزیزم، اگه آدمم بخواد خرید، عزیزم اگه آدمم بخواد خرید فروش ماشین کنه که دیگه شیشه بزنه همه جا بسته الان است. آریان تو 6 بیدار میشی دیگه، اینترنتی شده همه چی، این نیستش که بری در مغازه باز بکنی مغازت با باشدا بیاری بیا ماشین. عزیزم هر چه قدم ببین، هر چه قدم که اینترنتی شده باشه، کار بیزنس صبح، از ساعت 7 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر، چه اینترنتی الان چه امروزه حضوری. دیگه هر چی نفروشی بهتر سود میکنی، وقتی که بفروشی بیشتر ضرر میکنی. آره چه اونایی که اگر که مثل من شب کار باشی، آره ما شب کاری، ما کارمون شب شروع میشه، من روز نمیتونم کار کنم، من روز تا ساعت 5 بعد از ظهر خوابم، 5 بلند میشم مثلا یه درینکی میخورم، صبحونه ناهاری شامی باشگاه، ساعت 12 شب من کار من شروع میشه تا 6 صبح. 12 شب شروع میشه میدم دیگه. با کی لای میذاری؟ خب چه ربطی داره به لایو گذاشتن؟ تایم نداره، هر موقع دوست داشتی میذاری؟ من هر وقت که مثلا مشتری نداشته باشم کار لایو میذارم،
ولی منظور میگم اگر تو همکار نه منی، نه آره شبکاری، شبکاری فقط لایوه. آره آره نه من نیدم مثلا. خب من، خب من کارم شغلم شبونه است، من باید شب لایو کارم شبونه، ولی تو که میگی من ماشین فروش میکنم، چی میاد هفته شب ماشین بفروش؟ هفته شب نه آریان جان، شما اگه، من الان که قصد فروختن ماشین ندارم، بخوام اگر قصد ماشین فروختن داشتی، خب یه سایتی هست به نام چی؟ برنامه به نام چی؟ به نام دیوار. اما دیوار مگه منقضی نشده ایران؟ نه بابا نه، میذاری اونجا خوشگل برای خودت خرید فروش میکنی، متوجهی؟ دیگه این نیستش که دیگه این نیستش که مثلا دیگه باید حتما 6 صبح یا 7 صبح یا 10 صبح بیدار باشی، دیگه میذاریش تو سایت، مشتری دیگه باش هماهنگ میکنی، دیگه اگر گفت فردا صبح میام، دیگه باید یه تایمی بیدار بمونی که دیگه کاربارات انجام آره. و اون شب شما الان برای این که مثلا از ساعت 1 شب شروع میکنین لایو گذار تا 5 صبح، منی که خب مثلا خودم هم که انقدر لایو گذارم، 7 8 سال در این عرصه فعالیت میکنم، من یه دونه لایو میذارم، تو چجوری از ساعت 1 شب تا 5 صبح لایو میذاری؟ عادت کردم الان تقریبا 2 سال دیگه 1 شب میذارم دیگه لایو، فقط خودم میذارم دیگه، لایو کسی دیگه نمیرم، یه تک تو که برم تو لایو دیانا و دیگه. خیلی یارم من بلاک کردم از این لایو. لایو گذار دله زیاد داریم، به قول تو حرف حدیث و حاشیه و این داستان ها زیاد دارم. یعنی چجوری؟ مثلا من تو رو بردم بالا، تو رفیقم، همین که میری پایین دو تا فوش به من میده تو دو جمعی که دور و برشه، دو تا من شنیدم، بارها شنیدم، ولی بخشیدم، ولی دیدم اینا از ریشه زاد ندارن، کلن قیچیشون کردم، همه رو بلا کردم، همه ازدم، یه چند تا، یه چند نمونهش فقط مونده که اونا فالو برام. من دقیقا سعی من تو مثلا اگه دعوام بکنیم فقط همجا خوش میدیم تموم میشه. بله بعضی ها رگ ریشه ندارن دیانا، میشه میگم بعضی ها سک صفتن، دروان. یعنی بارها من دیدم پسر رفیق چند ساله من، اینقدر احترام بهش میذاشتم، اینقدر چی تو اکیپ دوروری های خودش یه دختر بود اونجا، تو اونجا فکر نمی کنه به گوش من نمیرسه، خداشا زنگ میزد صدای طرف من میشنیدم، به چیا میگه راجبت، فقط گوش کن، به من پیام میداد میگفت زنگ میزنم بهت، فقط گوش کن به فلانی راجبت چیا میگه. من این آدم به دردش من میخور، اینا رگ ریشه ندارن. وقتی که تو مردی این حرفا رو بزنی، ما زنا دیگه چی بگیم؟ واقعا زاد ندارم، یعنی خدا شاید هر که حالا چون دیانا برای آره چون برای مردا کمتر میزنن، آره برای ما و تو که زنیم که دیگه دیگه هیچی دیگه، ما و تو باید میزر یخ بزنیم، واقعا خیلی بده، اصلا نمیدونی که دوستته، که دشمنته، که رفیقته، که خاطره، نمیدونی اصلا، نمیدونی به قرآن. ولی من که، ما دیانا زندگی اون مثل همه ما، من که همیشه تنها هم، دیانا رو دیدم تنهاست، شاید یه دونه دوست داشته باشیم، اونم مثلا سالی یه بار یا دو بار ببینیمش، همین. من که با هیچکی دوست نمیشم، به خصوص هم حسای خودم که دیگه خیلی دیگه وضعشون خرابه. حالا ببین مثلا پسرا خوبیشون اینه که مثل ماها نیستن، تنها فرقی که پسرا دارن، من همیشه آرزوم این بود دیانا پسر باشم. یعنی من الان آرزوم اینه که یه دست و پامو بدم، اصلا نصف 20 سال پیرتر بشم، ولی یک پسر استریت باشم، چون پسرای استریت خیلی زندگیشون بی‌حاشیه است. مثلا منی که من یه پسریم که در نقش یه دخترم، جسمم پسره ولی ظاهرم رفتارم دخترونه است، من خیلی اذیت میشم. الان ای بی مثلا من و تو، من و دیانا
با اینکه خیلی دوست خوبی هستیم، ولی پای یک پسر نه بشه من دوستیمو به این هم میخوره. این رفتار رو واقعا نه خیلی روش نه کار ببین کردم. آریان، این بستگی داره، میدونی چی؟ این بستگی داره به جنبه مثلا دیانا. آره مش میگم اگر دیانا برای تو ارزش قائل باشه، اگر تو رو دوست داشته باشه، رفیقیم دیگه، قرار نیست تو کاری بکنیم با هم دیگه، قرار اگه دوست شد با کسی دیگه نیاد مثلا با تو سلام علیکش قطع بکنه. یه چیزی بگم البته راست میگه ها، مثلا نگاه کن من یه دوست دختر استریت داشتم، خب صمیمی بکن، یکی از پسرای مثلا اینجا زندگی میکرد و اینا، مثلا خیلی حالا خوش فیس بود، قد بلند هیکلی، اومد یه تایمی با من دوست شد، خب من و این دوست هم صمیمی بودیم، اومد با من یه تایمی دوست شد و خلاص با هم دیگه رابطه داشت، اونها یه 2-3 ماه شد، بعد به خاطر یه سری مسائلی که اون داشت من جدا شدم، کلا کات کردیم. کات کردم و من به دوست صمیمی میشستم درد دل میکردم، گفتم آخ دلم تنگ شده براش، آخ چیکار کنم، وای الان نمیدونم یادش افتادم، وای فلان. اون منو نصیحت میکرد، دلداری میداد، میگفت دیانا مثلا این پسرا اینجوری هم، پسرا اونجوری هم، اینجوری اینجوری اله بله. بعد یه بار بعد همینجوری که تو این حین مثلا حال بودم، یک ماه هم نگذشته بود که من کات کرده بودم، رفت با پسر دوست شد. به خدا خب بیا همینه دیگه. بعد دوستیمون کلا به هم خورد، من یه دونه دوست صمیمی اینجا داشتم، دوستیمون کلا به هم خورد به خاطر اون پسره. من بهش گفتم، ببین اگه تو بخوای بری با این دوست بشی من ازت ناراحت میشم، ولی ترجیح داد بره کست بده، خب بکشه به سر رو خودش، دوستی منمون به هم بخوره سر اقدر کیر. میدونم بعضی آره اینجوری هم. آره ولی چرا دوست داشتم پسر باشم؟ چون الان ابی 5 تا پسر با هم باشن، به خاطر یه دختر اصلا به خودشون اجازه نمیدن که دوستیشون رو به هم بریزن، ولی ما 5 تا دختر باشیم به خاطر پسر همه رو میرینیم توش. راست میگه واقعا. من از اینم، من تنها چیزی که دوست داشتم تو زندگیم توشم پسر استریت بودم، الان اصلا توی زندگی خودم اصلا جز چیزم، الان من پسرم کار میکنم، مشتری میگیرم، من همیشه باید چشم منتظر یه پیام یا منتظر در باشه یکی درمو بزنه. من مشتری قدیمیم چیز دارم، 24 ساعته بازه دارم، یعنی مثلا بدون هماهنگی میتونم بیام فقط در خونه رو بزنم، مشتری های ثابت. ولی مشتری های جدید من همیشه باید منتظر باشم، یعنی نون من الان به مردم بستگی داره، اگه یکی به من درخواست نده من نمیتونم به یکی بگم آره تو بیا با من رابطه بذار پول بده. چرا؟ چون زنم. ولی اگه مرد بودم، پسر بودم، من درخواست میدادم. صمد نوشته دیانا جان اصلا ناراحت نشو، خودم همه جوری ساپورتت میکنم. چه جوری ساپورتم میکنم؟ چیزی که آریان میگه واقعا راست میگه، تو اکیپ شما ها واقعا خیلی دختر ها، یعنی اصلا کلا دختر ها، آره دختر هم، آره واقعا میگم کلا این شکلی هم. من میگم دوست خودم دختر استریت نرمال بود خیلی، آره. ولی خدا شاهده هیچ موقع تا حالا با هر دختری که دوست شدم با رفیقم رابطم خراب نکردم، حتی شده دوست دختر رفیق من، خب مثلا رفیق من دوست دخترش من با من دوست شد، ولی با رفیقم کات نکردم، اومدم صادقانه بهش گفتم، گفتم آقا دوست دختر قدیمی داره به من پا میده، قبول داری تازه قبول داری تازه پسر وقتی با یه دختر دوست میشن، وقتی کات میکنن با دختره سعی میکنن دختر رو به دوستشون هم بدن. آفرین آفرین. بعضی آره بعضی هم اینجوری هم خیلی کار تخمیه. آره مثلا سعی میکنن دختر رو به دوست پسرشون هم بدن. کار بیزاتیه، کار دور از انصاف مردم دیگه. آره ولی کلن باز بعد من دیدم حتی بر خود منم پیش اومد، مثلا با یه پسر دوست شدم، خب با یه دوست صمیمی داشته، بعد از که باش کات کردم دوست صمیمیش اومده سمت من، بول فرا رفتن آریان. بچه ها فالو بکنید، بزنید اون بالا پیجا رو فالو کنید، هم آریان هم دیانا هم بنده رو اگه فالو ندارید فالو بکنید، هر شب لایوهای ما رو بتونید ببینید. آره یک شب هستیم خدمتتون تا 5 صبح. معمولا آریان چه ساعت های لایو میذارید؟ عشقم شما
راحت باشی چون من ساعت مشخصی ندارم. مثلا میگم ساعت یک شب میذاری، دو شب میذاری، سه شب میذاری، چه موقعی میذاری؟ من نمیتونم ساعت خاصی رو بگم چون من طرف دارم و سپرایز میکنم، ولی تو راحت باش. بچه های ویژه رو فالو کنید، بید لایک بفرمید دیانا خانم سوالا رو بید دایرکت من رو چشم تا یاد چشم بشم. آریان کجا زندگی میکرد؟ مشهد زندگی میکرد، درست؟ نه الان من حالا در من خودم میپرسم بهتون میگم. ولی خیلی دوست دارم بدونم که مثلا من خودم با این که خب ابیت ستونه، مثلا نزدیک یک دهه از ابی کوچیکترم، ولی خیلی برام سواله که خوشحال ابی راحت لایف میذاره و خیلی راحت زندگی میکنه. من مثلا نصف سن ابی رو دارم، ولی خونه خودم رو دارم، مثلا شغل خودم رو دارم، همه استقلال مالی دارم. ولی خیلی برام سواله چجوری مثلا ابی با این سنش هنوز خونه پدریه و اذیت نمیشه؟ چون ابی خانوادهش رو خیلی دوست داره. آریان جان، اون موقعی که من میخواستم زن بگیرم سال 89 بود، نامزد کردم، اگه الان ازدواج میکردم خونم رو داشتم. بالاخره تا زن نگیری پیشرفتم نمیکنه، این از قدیم هم میگم. و اینکه از 89 ما نامزد کردیم، 3 سال تو رابطه بودیم و به هم خورد. سال 94 باز دوباره نامزد کردم، گوشت با منه، باز به هم خورد. دیگه زده شدم، دیگه زن نگرفتم، دیگه یه جوری شد دیگه. این سال نه 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 انگار قسمت نشد که دیگه متعال بشم دیگه. یه سوالی اگر نه نه یه سوالی دارم. چجوری قصه الان یه پسر آپشنی مثل ابی که آرزوی هر دختریه؟ اون جوری که فکر میکنی دخترام از نزدیک قشنگ نیستن. وقتی میری تو رابطه باهاشون بعد از یه مدت یه جور دیگه میشن، یه توقعاتی دارن، یه انتظارهایی دارن. بعد تو این دور زمانه دیگه اگر کسی دوست داشته باشه دیگه باید تلاش کنن با هم دیگه زندگی خوبی تشکیل بدن، نه اینکه فشار بیارن به هم دیگه. میشه میگم دیگه من ولی با این که آقا ابی تو با اینکه احترام خاصی برای شما دارم که به عنوان یه آقا، ولی کلا من با اینکه سنم کمه تینیجرم، ولی عقاید من خیلی قدیمیه. یعنی خیلی من چیزی فکر میکنم، خیلی قدیمی فکر میکنم و 100 سال دیگه هم همین فکر من هستش. من انتظار دارم همه وظیفه یک زندگی پای مرد باشه. دیگه پای مرد دیگه. منظور منو نگرفتی. منظوری که مثلا نه منظوری که گرفتی تو میگی الان باید شریک باشیم. نه اگه تو بگردی که تو زن بگیری که دوتاییتون با هم کار کنید، نه از خبران نیست. من چی میگم؟ تو چی برداشت میکنی؟ شریک اخلاقی یه وقتا شریک اخلاقی ازم تو برو سر کار، گوش کن، تو برو سر کار خونه تو داشته باش، اول قبل ازدواج ماشین تو داشته باش، حساب بانکی تو پر کن. ماشاءالله انقدر خوب دخترها که دیگه چیزی لازم نداری. وقتی تو هنوز 35 سالت تو خونه پدریت داری دیانا. هر روز یه کاسه میاری، یه ذره یه دونه وای مرغ میندازن توش میخوری. خب کی دختری میاد با تو دو خونه تو بشه یا ازدواج کنه؟ خیلی این چیزا رو دارن، زندگی خوبی هم دارن، آرامش رو دارن. دیانا آریان آره دارن تو بابا یه خیلی هستن شرایطشون دارن به قول تو، ولی آرامششون ندارن. چی میگی؟ من آرامش دارم. من شوهرم پول داره. کی شوهر کردی تو؟ چند روز پیش. چرا عشقم تو 2-3 سال با من صحبت نمی کنی؟ ببین شوهر من پول داره، من خوشحالم. پوستمو ببین، رنگ موهامو ببین، ماشاءالله هزار الله اکبر. هم باشن قرار همه زن و شوهرها مثل تو باشن. نه تو میگی نه
نه تو میگی که اگه یه کسی پول داشته باشه خوب نمیشه. نه شوهر من پول داره، الان صبح میره سر کار، حساب بانکیش پره و ما خیلی خوشحالیم. الان 3 سال هم داریم زندگی میکنیم. کسی از پول بدش میاد به نظرت؟ بدش نمیاد درسته؟ آفرین. آفرین. ما مردا باید یکی انتخاب بکنیم که بس یه عمر زندگیه، باید کنار تو یه عمر زندگی رو باید تحمل کنیم و کنارم. این نیستش که دوست دخترت باشه 6 ماه 1 سال بزنی درش بره. نه من قبول ندارم شما. نه I'm sorry. شما مردا تا نتونستید یک زندگی رو تا آخر عمر چیز کنید، ضمانت کنید، ازدواج نکنید. ما ببخشید مگه ما زنا دیوونیم که بیایم که شما مردا رو بسازیم؟ من نگفتم زن زن باید تو زندگی مرد رو بسازه، نه اینکه بیاد بره نمی کمک خرجش بکنه. نه اصلا موافق نیستم. شما مردا باید زن چی کار میکنه؟ زن هم فقط بشور و بسابه های بپزه بده به مرد بخوره. تو آریان ساختنش رو ساختن رو نگفته. ببین ساختن رو توضیح بده ساختن چیه. خب بگو ساختن. ببین مرد، من اعتقاد دارم کل پول، زندگی، مسئولیت همش پای مرد باید باشه. همینی که من پدرم من موجود زیبا رو به تو هدیه میده که شریک زندگی تو بشه کافیه. درسته کافیه. همینی که یه دختری افتخار میده که با تو شریک زندگی بشه، تو باید روز و شب خدا رو شکر کنی. آریان زن، من آریان زن، زن من اعتقاد دارم یه وظایفی داره، مردم یه وظایفی داره. من این نیستش که زن هیچ وظایفی نداره. آرامش ایجاد کردم برای مرد، آرامش داشتن برای مرد. آفرین. من وظایف زن چیه؟ من به عنوان یک زن، شوهرم که از سر کار میاد، سلام خوبی، خیلی خوش اومدی، روزت چطور بود، میره دوش میگیری میاد میشینه، یه شام با هم میخوریم میریم میخوابیم، تا صبح منو میکنه. بچه 3 دقیقه دیگه لای مونده، بزنید دوباره پیجا رو فالو بکنید اگه دوست داشته باشید. اگه اینم وظیفه من لای بزنم یا نه خسته شدی؟ من برای فردا ولی اگه تو میتونی بگی بیا، من شوهرت میشم، هم تو با زندگی کن. نه اگه تو میتونی نقش یک زن رو بازی کنی، میتونی شب تا صبح تحمل کنی، بیا من کار میکنم تو زندگی کن. داستانا کلی با حرف داریم با هم دیگه بزنیم بچه ها تو این 2 دقیقه. ولی من کلن با اینکه خودم پسرم حامی زنم، چون من اعتقاد دارم همین که پدر مادر پدر من منو هدیه داده به شوهرم، همین تا آخر عمرش کافیه. مرد چی داره که آدم بخواد زحمت بکشه کنار یک زن تا آخر عمر باشه؟ مرد همه چی زنه. مرد مکمل زنه، زنم مکمل مرد. من اعتقاد دارم که اگه مکمل بود تو نمیرفتی خواستگاری دختر. وظایف مرد همینه که باید بره خواستگاری زن. مگه خواست دختر بیاد خواستگاری زن؟ دختر به خواستگاری مرد. خب پس همون دیگه، دختر باید بیاد خواستگاری مرد. آره پس مرد باید پیش قدم بشه دیگه. خب تو پیش قدم میشی و کل زندگی با توه. از این لحاظ که بله، از این لحاظ بله، باید مسئول بشی، باید احساس مسئولیت کنی. وقتی داری میخوای زن بگیری باید فکرات همه جورو بکنی. بنده چرا زن نمیگیرم؟ فعلا شرایطشو ندارم. فعلا شرایط زن گرفتن آخه چون شرایط نداری خب چون پولشو نداری، کار نداری. این نیستش. همین ماشین نگاه کن، تو اگه شرایط نداشتی خودی قیمتشو خب. ولی در کل دارم بهت میگم خونم هم هست خدا رو شکر. خدا رو ماشین 2 میلیارد، اگه تو ماشین 2 میلیارد